در تاجیکستان نابالغان همچنان حق ندارند که در یگان فعالیت‌های مذهبی شرکت کنند. عربستان سعودی به مردم غیر مسلمان حق نمی‌دهد مراسم مذهبیشان را ادا کنند. افراد را برای کفرگویی و بدعت شلاق می‌زنند و جریمه می‌کنند. در ترکمنستان آنهایی که به ثبت رسمی جای جمع آمده نماز می‌گذارند بازداشت و جریمه می‌شوند. سیم برونبک دیپلمات آمریکایی هنگام معرفی گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی‌های دینی از جمله تاجیکستان را هم تنقید کرد که حقوق دینی مردم را محدود می‌کند. گزارش را روز 29 می در واشنگتن معرفی کردند. در این سند دولت تاجیکستان تنقید شده است که فعالیت و مراسم مذهبی را زیر نظارت سخت گرفته است و آزادی‌های دینی را محدود می‌کند. در گزارش آمده است وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای نظارت مسجدهای دوشنبه در تمام آنها دوربین‌های نظارتی گذاشته است. سال 2017 در کشور تقریبا 2000 مسجد را به مؤسسه‌های جمعیتی تبدیل دادند و تنها 3900 مسجد را رسما ثبت نام کردند. در گزارش همچنین می‌خوانیم که مسجدهای پیروان حنفیه وظیفه دارند با دستور شورای علما عمل کنند. حامیان حقوق گفتند که مقامات تاجیکستان در فکر جاری کردن نظارتی کامل بر فعالیت مسلمانان هستند. در گزارش همچنین گفتند که مقامات تاجیکستان زنها را برای پوشیدن حجاب و مردان را برای ریششان اذیت می کنند. موضوع لباس پوشی زنان تاجیک، پرهیز از لباس سیاه و بیگانه از مسائلی بوده است که تمام سال در سطح های گوناگون در تاجیکستان مطرح شده است. آمریکا چند سال باز است که تاجیکستان را بنابر محدود کردن آزادی های دینی در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص شامل کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند، ولی در گذشته گفتند که در کشور مردم آزادانه مراسم مذهبی خود را ادا می کنند و حقوق دینی کسی نقص نمی شود.